دوستان سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه خب بعد از اینکه کل این دیتا ها رو به دست آوردیم و فهمیدیم دیگه آقا بالاخره سرچ کنسول به دردمون میخوره و خیلی ابزار کاربردیه دیگه الان توی این جلسه میخوایم بریم سراغ نصب سرچ کنسول خب برای نصب سرچ کنسول راه سرچ کنسول من بازم تاکید میکنم حتما اون سه تا مرحله قبلیش رو باید طی بکنید که آقا دسترسی داشته باشد گوگل به سایت شما من یه طرف نیام سرچ کنسول خودم رو معرفی بکنم ای طرف جلوی رو بگیرم که دسترسی نداشته باشن اونها رو که انجام شدم میام چیکار میکنم عبارت سرچ کنسول رو توی گوگل سرچ میکنم یا به آدرس زیر میرم search.google.com/search-console/welcome بریم هم ببینیم سرچ کنسول خب یه قسمت ساینین داره وارد قسمت ساینین میشیم با یه همچین صفحه ای مواجه میشیم که نوشته Welcome تو گوگل سرچ کنسول دو تا مدل داره مدل دامین مدل URL پریفیکس خب یه نکته رو بهتون بگم دسترسی به هر سرچ کنسولی داشته باشین از طریق این مین منو و سرچ پراپرتی میتونین مشاهدش بکنین در واقع دسترسی به هر سایتی و سرچ کنسول هر سایتی داشته باشین به این سرچ کنسول سایت میگن چی؟ میگن یک پراپرتی خب این صفحه چی رو داره به من میگه؟ میگه دیتای ارگانیک دیتای ترافیک ارگانیک یک وبسایت از مهمترین و خصوصی در این اطلاعاتی هستش که شما میخواین بهش دسترسی داشته باشین عین این میمونه که من میخوام بیام دسترسی به گوگل بگم گوگل بیا لطفا دیتا ترافیک و ارگانیک دیجیکالا رو به هم بده خب چه اتفاقی میفته اینجا من باید ثابت بکنم به گوگل که گوگل من اونرشیپ یا مدیر کلی این وبسایت هستم اگر مدیر کل نباشم این دیتا رو به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی به من نشون نخواهد داد خب از کجا من بیام ثابت بکنم که من مدیر این وبسایت هستم مدیر کل این وبسایت هستم میگه دو تا روش داری اگر وبسایت شما توی ویدیو گذشته دیدیم تفاوت ساب دامین و ساب فولدر رو با هم مشاهده کردیم اگر وبسایت شما دارای چندین ساب دامین هستش و دیتای تمام این ساب دامین ها رو شما میخواییم به صورت یک جا مشاهدش بکنید حتما حتما گزینه دامین رو باید انتخاب بکنین خب بعد چی کار بکنم من کم زوم میکنم میگه آدرس دامنه اصلی رو اینجا وارد کن مثلا دیجیکالا دات کام Continue رو وقتی میزنی میاد برای اینکه ثابت کنی بهش که شما مدیر کل این وبسایت هستی یه تیکه کد بهت میده یه تیکه تکست بهت میده میگه این تکست ها رو باید کپی بکنی بری کجا میگه اول برو کجا توی نا دامین نیم پرووایدر خودت یعنی برو توی پنل هاست خودت توی پنل هاست خودت نه پنل شرکتی که ازش هاست تهیه کردی یعنی مثل دایرکت ادمین یا سی پنل خودت بعد یه چیکار بکن کپی کن تکست رکورد زیرو این کپی رو بزنی کپی میکنه وسط و بعدش که کپی کردی تایید دادی اینجا بیا چیکار بکن بیا وریفای کن من اگر وریفای کنی من متوجه میشم که شما مدیر این وبسایت هستی خب بریم توی در واقع پنل های مختلف ببینیم داخل سی پنل و دایرکت ادمین توی روش اول دامین توی سی پنل اگر بخوایم وارد بشین اول کار همونجوری که بهتون گفتم آدرس دامنه رو اینجا وارد میکنین کانتینیو میزنین کد رو کپی میکنین وارد سی پنل خودتون میشین پنل هاست سی پنل خودتون وارد میشین روی زون ادیتور کلیک میکنین زمانی که این کارو کردین گزینه اد رکورد رو میزنی تا یه رکورد متنی ایجاد بشه بعد نام دامنه خودتون رو وارد میکنین توی آخرش حتما حتما یک نقطه باید بزنین خیلی حواستون جمع باشه نقطه رو که گذشته از بخش تایپش گزینه TXT رو انتخاب میکنی تکس رکورد دیگه تی رو انتخاب میکنی کد کپی شده رو توی بخش رکورد وارد میکنی و اد رکورد رو میزنی این از سی پنل ما و بعدش حالا وقتی که اد رکورد رو زدی اوکی شد میایی برمیگردی توی سرچ کنسول خودت توی این قسمت و وریفای رو کلیک میکنی خب توی دایرکت تدمین چه اتفاق میفته اول ببینیم ها رو بعد ببینیم یه دونه با همگه پیاده سازی میکنیم توی روش اول دامین و در دایرکت ادمین باز همونجا آدرس سایت تو بدون HTTP بدون WW خالی خالی فقط واردش میکنی کانتینیو میزنی تکست رکوردی که به داده رو اوکی میکنی بعد وارد دایرکت ادمینت میشی وارد دایرکت ادمین که شدی یه قسمتی داره توی اکانت منیجر به نام DNS Management وارد دی ان که شدیم یه دونه دامین رکورد داره اونو که وقتی زدیم به بخش تی ای میریم و تمام این موارد رو پر میکنه دقیقا شبیه به سی پنله بریم هم دیگه رو ببینیم من این کد رو کپی کردم فرض کنید این کد برای سرچ کنسول سایت در واقع سوم شخص هست خب میام چیکار میکنم از یه طریق دیگه هم میتونم اگر یوزرین پسورد هاست خودم رو گم کرده باشم میتونم وارد پنل شرکتی بشم که ازش هاست خریداری کردم توی قسمت پایینترش نوشته ورود به دایرکت ادمین یا ورود به سی پنل اینجا کلیک میکنیم و وارد فضای دایرکت ادمین میشی زمانی که وارد فضای دایرکت ادمین شدی از این قسمت اکانت منیجر DNS Management انتخاب میکنی توی این قسمت یه دکمه داره به نام اد Record اد Record رو میزنی این گزینه رکورد Record type رو میذاری روی TXT اینجا آدرس دامنه ی شما رو میاره اون هاستی که داری آخرش هم اون نقطه که گفتم رو اضافه میکنه و اون ولیوی که اینجا هستش رو شما فقط پیست میکنی و اد رو میزنید زمانی که اد رو زدی یه دونه رکورد به اینجا اضافه خواهد شد حالا که رکورد اضافه شد برمیگردی سمت پنل سرچ کنسول خودت و دکمه وریفای رو میزنی زمانی که دکمه وریفای رو میزنی اگر گوگل تشخیص بده که شما مدیر سایت هستی اینجا یک چراغ سبز بهت نشون میده و شما عملا دسترسی به پراپرتی سرچ کنسول این وبسایت خواهید داشت با ما همراه باشید تا ویدیوی بعدی